جذب عشق چیکار کنیم؟ جذب عشق که یکم بحثش مفصله و حتما میدونم قبلا هم چند بار گفتم، ولی این دفعه دیگه حتما یه سری ویدیو در موردش درست میکنم. ولی بخوام به طور کلی بگم اینه که اول که باید خودمون رو دوست داشته باشیم، خودمون رو به یک جایی برسونیم که همون چیزی که توی ویدیوی آخرم هم گفتم، احساس نیاز به حضور یک نفر دیگه نداشته باشیم برای خوشحالی. خودمون توی تنهایی خودمون حالمون خوب باشه، خودمون رو همونجور که هستیم بپذیریم، خودمون رو دوست داشته باشیم و این مرحله اولش میشه گفتش که برای اینکه جذب عشق رو شروع بکنیم. و بعد اینکه واضح باشه خواستمون که چه چیزی رو در طرف مقابل میخوایم، یک لیست بنویسیم از ویژگی هایی که میخوایم طرف مقابلمون داشته باشه با جزئیات تا جای ممکن و دقیقا بدونیم که دنبال چی هستیم توی رابطه. و بعد از اون هم یه نکته خیلی مهمی که هست اینه که اون ویژگی هایی که میخوایم طرف مقابلمون داشته باشه ببینیم چقدرش رو خودمون داریم. یعنی اگه دنبال یک فرد هستیم که با اعتماد به نفس باشه و مثلا حالا این ویژگی رو در نظر بگیریم، خودمون آیا اون ویژگی رو داریم یا نه؟ یعنی اینجوری نباشه که من دنبال یک چیزایی در طرف مقابلم باشم که خودم اون ویژگی رو ندارم. این یه چیزیه که فکر میکنم خیلی وقتا فراموش میکنیم توی جذب عشق. مدیتیشن رو قبلا ویدیوشو گذاشتم توی قسمت IGTV نگاه بکنین، اینکه چجوری انجام بدیم ویدیوشو گذاشتیم. درباره چشم سوم که همون چاکرای ششم هستش که فردا ویدیوشو میذارم. پاکسازی چاکرا برای رفع بیماری ها مفیده. بله، همونجور که توی هر چاکرا اشاره کردیم هر کدوم با یک سری از بیماری ها مرتبط هستن و قطعا تأثیر دارن. حالا شما کتاب ماورای طبیعی شدن از دکتر دیسپنزا هم بخونین، خیلی علمی تر و خیلی دقیق تر توضیح داده در مورد ارتباط مثلا بیماری ها با چاکراها. ولی اینو بگم که فقط یه دلیل نیست دیگه، هیچ وقت مثلا با اطمینان نمیتونیم بگیم که این بیماری که فرد داره قطعا به خاطر اختلال توی اون چاکرایه یا نه، چیزای دیگر هم باید در کنارش در نظر بگیریم. چند وقت اعداد افزایشی رو میبینم، چقدر صبر میخواد تا به هدفم برسم؟ ببینیم، ما میگیم هیچ وقت نباید برای خواستامون زمان تعیین بکنیم، یعنی هیچ وقت که نه، ولی بهتره که زمان تعیین نکنیم. به خاطر همین حس عجله داشتن خودش ارتعاش منفیه. یعنی مثلا شما با خودت میگی که من سر یک ماه باید به این هدفم برسم، بعد یک ماهه که نزدیک میشه هی با خودت افکار منفی میاد سراغت که پس چرا هیچ اتفاقی نیفتاد و اون خودش ارتعاش منفی داره. پس هیچ وقت زمان تعیین نکن برای خواستت و همون کارهایی که لازمه رو انجام بده، به این اعتماد داشته باش که خدا توی بهترین زمان ممکن اون خواست رو برات برآورده میکنه. چاکرا خیلی مؤثر هستن تو زندگیمون، ولی به نظرم همه چیز ریشه روانی داره، تا حل نشه چیزی تغییر نمیکنه. خب درسته، اینم میگم فقط یک چیز نیست که بخوایم تک بودی بهش نگاه بکنیم و بگیم که اگه چاکرا رو پاک سازی بکنی دیگه همه چی حل میشه، ولی خب یک بخش مهمیش هست دیگه. چی شد که من به این سمت رفتم و در مورد این چیزا حالا مطالعه کردم و بیشتر یاد گرفتم؟ من توی یک مرحله از زندگیم
واقعا حالت افسردگی و ناامیدی داشتم، یعنی اصلا از هیچ بخشی از زندگیم لذت نمی بردم. و اون موقع ها بود که اتفاقی توی یوتیوب چند تا کانالی بود که در مورد قانون جذب صحبت میکرد، اتفاقی چند تاشو دیدم، خانم استر هیکس ویدیوهاشو چند تاشو شنیدم و یعنی برای من اینجوری بود که من با خودم میگفتم دیگه بدتر از این که نمیشه، بذار این چیزی که اینا دارن میگنم امتحان بکنم. یعنی این شکلی بود اون روحیه اون زمان من، گفتم دیگه بدتر از این نمیشه وضعیتم، بذار اینی که اینا میگنم امتحان بکنم ببینم چی میشه. و تا یه مدت هیچ نتیجه خاصی نمیدیدم، فقط مثلا با گوش کردن به صحبت‌های اونا، با مثلا ویدیوهای خانم استریکس و مثلا وایس‌هاشو گوش می‌کردم، فقط اون لحظه حس بهتری بهم دست میداد. ولی بعدش باز برمیگشتم به همون زندگی و همون روتینی که دوستش نداشتم. و تا یک مدت اینجوری بود و حالا دقیقشو نمیدونم چقدر، ولی خب یه چند ماهی طول کشید که خودم بتونم کم کم اون تغییرات رو ایجاد بکنم و احساس به طور کلی احساس بهتری داشته باشم و بیشتر انگیزه پیدا کنم که برم دنبالش. از چاکراها که کامل توی ویدیوهایی که تا الان گذاشتم، تا الان چاکرای پنجم یا چاکرای گلو رو گذاشتم و دو تا چاکرای دیگه مونده که اونا رو میذارم. اینا رو که ببینین فکر میکنم دیگه همه چی در موردش کامل گفته شده. قرار شد یه چیزی به جای سابلیمینال یاد بدم، آره اونو هم دو سه روز دیگه میذارم ویدیوشو. چشم سوم اگر باز بشه خطرناک نیست؟ نه، اون چیزی که حالا مثلا بعضی ها میگن یه توهماتی مثلا ممکنه ببینی یا مثلا اینجور چیزا نیست واقعا. چشم سوم حالا به اون بینش آدم بستگی داره، یعنی تو چیزها رو، زندگی رو به یک شکل دیگه ای میبینی، یک طرز دیدگاه جدیدی بهت در واقع باعث میشه که داشته باشی به مسائل، به هر مسئله. و دیگه اون شکلی نیست که همه چی رو از دید منطق و علم بررسی بکنی، به اون حست، به اون ندای درونیت و اون بیشتر میتونید در واقع بهش دسترسی پیدا بکنی. اینجوری نیست که همه چی رو دو تا چهار تا حساب بکنی. اونایی که خیلی منطقی ان زیادی، یعنی بیش از حد، و همه چی رو میگن مثلا میخوان بر اساس علم و منطق حساب بکنن، اونا چشم سومشون کاملا در واقع از تعادل خارج شده، بسته است. در مورد تغذیه درست هم صحبت بکنید که چطور انرژی خودمون رو بالا نگه داریم. در مورد تغذیه یه چیزایی حالا قبلا گفتم، من خودم گیاهخوار هستم ولی به هیچ کس اینو در واقع سعی نمی‌کنم قانعش بکنم که بگم حتما این بهترین رژیم، اصلا بهترین سبک زندگیه، بهترین رژیم غذاییه که میتونی داشته باشی. هر کسی باید بر اساس بالاخره آگاهی که به دست میاره، بر اساس نیازهای بدن خودشون، شناختی که از بدن خودش داره، چیزی که برای خودش مناسب تر هست رو انتخاب بکنه. ولی خب دیگه یه چیزهایی واضحه دیگه. در مورد تغذیه یه بار اینو گذاشتم که مثلا هر غذاهایی چه ارتعاشی داره، غذاها هر چقدر تازه تر و در واقع از انرژی زمین انرژی رو جذب کرده باشه، مثلا میوه و سبزیجات که مستقیما از نور خورشید، از خاک انرژی رو جذب میکنن، اینا ارتعاش بالاتری دارن و ما هم به تب وقتی استفادهش میکنیم ارتعاشمون بالاتر میره. و هر چقدر میریم به سمت چیزای مصنوعی و شیمیایی و کارخونه‌ای، ارتعاشش پایین‌تر میاد و در واقع غذاهای مرده حساب میشه که اصلا هیچ انرژی نداره، فقط یه چیزیه که برای مثلا لذت آنی میخوریم، که خب هر از گاهیش اشکالی نداره، ولی توی زندگی روزمره‌تون باید در واقع تلاش بکنین که اون غذایی که ارتعاشش بالاتره رو بیشتر استفاده بکنین. یه بار دیگه اسم کتاب، اون کتابی که از دکتر دیسپنزا گفتم، ماورای طبیعی شدن.
از دکتر جو دیسپنزا. درباره ثروت منظورتون بازی فراوانیه دیگه، اگه چند روز با پول طلاهای مختلف بگیری مشکل داره؟ نه، اگه تو واقعیت هم این کارو میکنین و اون پول رو برای اون خرج میکنین مشکلی نداره. میگن موفقیت ها تو نگو، هدف تو نگو، حالا از خودت و خانواده تعریف نکن و اینا که چشم میخوری. موفقیت ها هدفت رو نگو رو من قبول دارم. اینکه هدفمون و آرزوهامون رو به بقیه بگیم احتمال داره که یه انرژی منفی بهمون بدن و ناخودآگاه تاثیر بذاره رومون. اینو موافقم که آره به کسی نگیم، مگر اینکه کسی که 100% قبول دارین که اعتقاداتش مثل شماست، به شما باور داره، شما رو قبول داره، بهتون حتما اعتماد به نفس و اطمینان میده، به اون یک شخص میتونیم بگیم، ولی به بقیه نه. چشم میخوره رو نمیدونم، به نظر من فقط انرژی خودمونه که روی خودمون تأثیر میذاره و اگه اینجوری باشه که انرژی منفی یک نفر دیگه بخواد روی زندگی ما تأثیر بذاره خیلی اصلا ناعادلانه است و به نظرم اینجوری نیست. چطور جلوی افکار منفی رو بگیریم؟ اینو قبلا هم گفتم، اصلا همین سوال مشکل داره که ما جلوی افکار رو نمیگیریم. وقتی یه فکر منفی میاد تو ذهنمون بخوایم هر چقدر بیشتر باش مقابله بکنیم و در واقع باش بجنگیم سرسخت‌تر میشه و در واقع کار رو برای خودمون سخت‌تر کردیم. ما اون فکر رو خودمون رو با اون فکر یکی نمی‌کنیم. اینجوری بگم بهتون که مثلا یک فکر میاد توی ذهن من، یک فکر منفی که مثلا من یه کار اشتباهی انجام دادم، توی ذهنم این میاد که من چقدر دست و پا چلفتیم، من چقدر همیشه اشتباه میکنم و اینا. این رو باید در واقع بپذیرم که این فقط یک فکره، فقط یک فکری برخواسته از اون موقعیت و واقعیت من نیست. خودم رو با اون فکر یکی نکنم، بتونم این جدایی رو ایجاد بکنم بین خودم و فکرم. اینم با تمرینه، یعنی ذهن آگاهی که ما میگیم فقط با تمرینه. اینکه مثلا مراقبه هم انجام میدیم، توی مراقبه هم باز همین کارو میکنیم، ما افکارمون رو مشاهده میکنیم. مثل اینکه مثلا از یک صفحه تلویزیون اینا داره رد میشه، همینجور ما نگاهش میکنیم. یا اینکه وقتی مثلا توی آسمون ابرها رو تماشا میکنی، همینجور داره در حال رد شدن، تو فقط نگاهشو میکنی، کاری باهاشون انجام نمیدی، نمیخوای شکلشو تغییر بدی، نمیخوای عوضش بکنی، فقط نگاهش میکنی. حالا ما میگیم با افکارمونم باید گاهی اوقات این کار بکنیم، مخصوصا با افکار منفی، و باش درگیر نشیم، به تدریج تمرکزمون رو ببریم روی مثبت‌ترها و اون خودش حل میشه. درباره قانون جذب چه کتابی از همه بهتره؟ خب بستگی داره که چقدر اطلاع دارین از قانون جذب. برای اوایل و شروع که معمولا حالا با کتاب‌های راندا برن شروع میکنن، کتاب راز، کتاب معجزه شکرگزاری، کتاب چهار اثر رو که خیلی همه هر کسی که خونده یعنی نتیجه خوبی ازش گرفته و کتابیه که بارها میخوای بهش برگردی و دوباره بخونی. ولی کتاب خانم استر هیکس بخواهید تا به شما داده شود یه چیزیه که جامع و کامل، یعنی هم اوایلش یه بخشی کلا در مورد مفاهیم قانون جذب و پایه اساسش توضیح داده، بعد تمرین هایی که حالا یکیش مثلا بازی فراوانیه تو این کتاب گفته، تمرین های تجسم، تمرین اون چیه بهش میگن ویژن بورد، که آرزوهات رو مثلا عکساشو بچسبونی روی یه صفحه ای،
و خیلی تمرین های دیگه، اینا رو همه رو به توش اشاره کرده. کتاب باز یه بار دیگه میگم ماورای طبیعی شدن دکتر دیسپنزا، چون خیلی خیلی علمی توضیح داده به نظرم خوبه. آهنگی که گذاشتم فرکانس 528 هرسه، فرکانسیه که برای شفا بخشی استفاده میشه، در واقع قدرت ترمیم سلول های بدنمون رو داره و خیلی هم میگن که مثلا توی حالت بیماری اصلا این فرکانس رو مثلا بذاری و گوش بکنی میتونه باعث این بشه که سریعتر واقع سلامتیت رو به دست بیاری، و من موقع مراقبم خیلی وقتا این فرکانس رو گوش میدم. دقیقا کسایی با این قانون آشنا میشن که یه دوره بد تو زندگیشون داشتن. آره به نظرم منم، یعنی کسایی که دیدم و شنیدم اینجوری بوده که یه جایی آدم به یه تلنگر احتیاج داره، یعنی رسیده به اون ته ته و یه دفعه یک نور امیدی پیدا میکنه و این همین قانون جذب باعث میشه زندگیش رو تغییر بکنه. یعنی از حالا اسمشون از این قانون جذب، از اونجایی که متوجه میشی مسئولیت زندگیت رو خودت به عهده بگیری، نندازی تقصیر این و اون، تقصیر شرایط و جامعه و اینا، از اون لحظه یک اتفاقی درون تو رخ میده، حالا میتونه به اسم قانون جذب باشه یا هر چیز دیگه، اون لحظه ای که خودت مسئولیت زندگیت رو به عهده میگیری. در مورد بازی فراوانی که یه پست کامل توضیح دادم، هایلایت توی هایلایت استوریام، هایلایت بازی فراوانی رو ببینین. چشم، سیو میکنم. چرا بعضیا با آهنگ غمگین گوش دادن حالشون خوب میشه؟ اینو من یه جایی خوندم به نظرم جالب بود. میگه که مثلا تو وقتی ناراحتی و میای یه آهنگ غمگین رو گوش میدی، اون آهنگ غمگینه تو رو از اون ناراحتی که هستی هم ناراحت تر میکنه، در واقع به ناراحتیت اضافه میکنه و بعدش دوباره برمیگردی به اون سطح قبلیت و فکر میکنی که حالت بهتر شده. حالا نمیدونم چقدر این درسته یا نه، ولی به نظر من منطقی بود که اینجوری باشه. یا اینکه خب ممکنه تو مثلا یک اون لحظه که ناراحتی آهنگ غمگین گوش بکنی، باش گریه بکنی و حالت تخلیه انرژی منفی داشته باشه، اونم اون شکلی هم میتونه باشه، خب میتونه اونطوری حالتو بهتر بکنه، ولی موقتی دیگه، نه اینکه هر روز بخوای گوش بدی. برای باز کردن چاکرا حتما باید گیاهخوار شد. اینم باز من چند جایی که مثلا منابعی که خوندم برای چشم سوم و حالا چاکرای هفتم میگن که بهتره. آره یعنی کسی که گیاهخواره راحت‌تر میتونه این کارو بکنه، چون کارمایی که در واقع گوشتخواری داره رو اون فرد نداره و از خودش در واقع اون کارما رو تونسته که اون کارماش رو از بین ببره، چون بالاخره گرفتن جون یک موجود دیگه است و در وقتی که نیاز نباشه و تو این کارو میکنی. حالا خیلی واردش نمیخوام بشم چون میدونم که خیلی ها باش موافق نیستن، ولی حتمانی باز وجود نداره، بهتره گیاهخوار بود.
اینم چیزی به نظرم لازمه که توضیح بدم. به نظر من قانون جذب خیلی تاثیرش کمه، بیشتر عملکرد خود آدم مهمه. خب این چیزیه که من همیشه میگم، اینکه قانون جذب رو یه عده انقدر بد تبلیغ کردن که آدم فکر میکنه، یعنی خیلی ها فکر میکنن که فقط باید بشینی تجسم بکنی، فقط فکر مثبت بکنی، بعد یهویی خیلی معجزه وار همه چی اونجوری که میخوای اتفاق میفته. ما هیچ وقت اون بخش اقدام کردن و اینکه خودت کارهایی که لازمه انجام بدی رو هیچ وقت انکار نمیکنیم و ما میگیم که با قانون جذب تو در مسیر درست قرار میگیری و اتفاقا یه جورایی راحت تر برات میفته، یه همزمانی های پیش میاد و تو رو توی مسیر درست قرار میده، خودت هم داری تلاشتو میکنی. و اینجوری بگم که بین دو نفر آدمی که توی شرایط مشابه هستن، دوتاشون هم دارن تلاششون رو میکنن، وقت و انرژیشون رو صرف میکنن، بین این دو نفر اونی سریعتر و راحت تر به خواستش میرسه که فکر مثبت داره، باور مثبت داره، تجسم میکنه، جملات تأکیدی میگه و چیزای دیگه، یعنی اون تلاشه رو حذف نمیکنیم، ولی یه جورایی حالت کمکی و در واقع افزایش یه جورایی راحت تر و سریعتر در واقع باعث میشه به خواسته که میخوایم برسیم. اگر کسی ادعا کنه چشم سوم داره چطور باید ثابت کنه؟ چشم سوم داره که همه داریم، چاکرا رو همه دارن، فقط به تعادل رسوندنش مهمه. برای بعضی خارج از تعادله، برای بعضی بسته است، برای بعضی باز میشه و به نظرم میفهمی خودتون وقتی رو چاکراتون کار بکنی، یه حسه، یه چیزی نیست که مثلا بگیم یه روز پا میشی و میفهمی که چاکرات باز شده، اینجوری نیست، یه حسیه که به تدریج به دستش میارین. یه ذره بیام پایین تر. غذاهایی با ارتعاش بالا، گفتم دیگه، غذاهایی که مستقیماً انرژی خورشید و انرژی در واقع هستی رو دریافت میکنه، مثل میوه ها، سبزیجات، که هر چقدر تازه تر باشه بهتره و ارتعاش بالاتری داره. مثلا اونایی که میگن سبزیجات خام و میوه خام همیشه در طول روز باید توی در واقع غذاهاتون باشه، به خاطر اینکه همین ارتعاش و انرژیش بالاتره. هر چقدر میریم به سمت غذاهای فرآوری شده و چیزایی که مواد شیمیایی مصنوعی داره، ارتعاش پایین تر میاد. خیلی خوشحالم مدیتیشن رو انجام دادیم و نتیجه خوبی گرفتیم، یعنی حس خوبی رو بهتون داده. انسان هر چی رو بخواد به دست میاره، یا باید اون خواسته جزء سرنوشت و مسیر آدم باشه تا بهش برسیم؟ آره، من معتقدم که هر چیزی رو که بخوایم نمیتونیم به دست بیاریم و به خاطر همین یک چیزهایی رو باید بسپاریم به خدا و کائنات که اگر به صلاح ما هست برامون پیش بیاد. مگر اگه اینجوری بود که خب آدمایی که با قانون جذب آشنا دیگه به راحتی هر کاری میتونستن بکنن و هر چیزی رو به دست بیارم، ولی این شکلی نیست. خب برای خود منم اینطوری نبوده و یه چیزایی رو قبلا خواستم بهش نرسیدم و الان میفهمم که آره چه خوب شد که مثلا اون اتفاق نیفتاد، یا اصلا الان دیگه خواسته هام عوض شده، مثلا اون چیزی که مثلا یک سال پیش دو سال پیش میخواستم دیگه الان برام اولویت نیست. و این یک مسیر رشد و تعالیه که آدم توش پیش میره و نباید انتظار داشته باشه که هر چیزی که خواست بهش برسه و به اون حکمته، به اون مصلحته باید اعتقاد داشته باشه به نظرم. یعنی اینجوری خودش خیلی راحت تر، خودش توی آرامش بیشتریه.
بذار بیام پایین تر. من یک ماه نشده دارم نتیجه میگیرم، خدا رو شکر. میگم نباید برای خودمون زمان تعیین بکنیم، یکی ممکنه توی مدت زمان کمتر نتیجه بگیره، یکی زمان براش طولانی تر باشه. در مورد مراقبه یه ویدیو قبلا گذاشتم توی قسمت IGTV، میتونین پیدا بکنین. یک فایل صوتی هم گذاشتم که مرحله به مرحله توش توضیح دادم که مثلا الان چه کار میکنیم، به چی فکر میکنیم، روی تنفسمون تمرکز میکنیم و این چیزا. توی کانال تلگرام گذاشتم یه فایل 10 دقیقه‌ای، اون 10 دقیقه رو وقتی گوش میدین همزمان با اون انجام میدین کامل متوجه میشین که مراقبه چی کار باید بکنیم. کانال تلگرام هم یا همین اسم پیج و های فرکانس رو سرچ بکنین توی کانال، یا اینکه توی قسمت بیوی پیج هم لینکش رو گذاشتن. از این مدل آهنگا که الان گذاشتم، گفتم فرکانس 528، من از توی یوتیوب سرچ میکنم فرکانس های مختلف. 432 داریم، یکی که باز اونم فرکانسیه که برگرفته از طبیعت، باعث آرامش بخشی میشه. بعد فرکانس های دیگه هم که مربوط به مثلا چاکراها ایناست و توی کانال گذاشتم. نتیجه امتحان و آزمون رو میشه با تجسم به نفع خودمون تغییر بدیم، قطعا بعد امتحان دیگه نمیشه، ولی قبلش همون تجسم برای هدفهای دیگه هم که میگیم همونطوری، مثلا اون لحظه ای رو تجسم بکنین که نتیجه امتحان رو میگیرین، چه حسی بهتون میده وقتی اون نتیجه خاصی رو به دست بیاری، و اینجوری دیگه با این تجسم میشه. چاکراها رو خب ببینین، اونایی که اصلا نمیدونن چیه، ویدیوهای قبلی رو باید ببینین توی پیج. ویدیوهای قبلی رو از چاکرای اول یا چاکرای ریشه توضیح دادم تا چاکرای پنجم، بقیه‌اش هم دوتای دیگر هم که میذارم. قانون کارما چیه؟ کارما این که هر کاری که ما میکنیم، هر عمل ما یک واکنشی، یک عکس العملی داره که به خودمون برمیگرده، و هر کاری که در رابطه با بقیه انجام میدیم، اگه به کسی خوبی میکنیم بدی میکنیم، یک جایی به خودمون برمیگرده و همینه کارما. من چون سوالا رو یه ذره رد میکنم میام پایین تر که جدید ترا رو ببینم، اگه اون وسط ها پرسیدین ندیدم ببخشید.
چرا من تا الان نتونستم چیزای بزرگ جذب کنم ولی چیزای کوچکتر خیلی راحت جذب میکنم؟ به خاطر اون باور و مقاومت ذهنی که در مقابل بعضی چیزا داری. یعنی این چیز بزرگ و کوچک فقط توی ذهن ماه و مثلا یک خواسته که برای من بزرگه ممکن برای یک نفر دیگه اون خواسته کوچیک و راحتی باشه. بنابراین به باورهای خودمون بستگی داره و مرحله به مرحله باید افزایشش بدیم. مثلا در مورد ثروت، اگه مثلا درآمد الانت ماهی 5 میلیون تومانه، نمیای یهویی مثلا تجسم بکنی که خب درآمدم الان شده 500 میلیون. مرحله به مرحله اینو دو برابرش بکنی، مثلا 10 میلیون، 20 میلیون. این شکلی توی چیزهای دیگه هم باز همینطوری وقتی قدم به قدم پیش بریم اون باوره رو میتونیم در واقع تقویتش بکنیم و اینو بدونیم که واقعا چیز کوچیک و بزرگ معنی نداره. برای خدا، برای کائنات هیچ خواسته اونقدر بزرگ نیست که دور از دسترس باشه و خودمون باید باورش بکنیم که برای ما امکان پذیره و لایقش هستیم و اون موقع میتونیم جذبش بکنیم. در مورد پاکسازی یا هواپونوپونو هم که کتاب محدودیت صفر رو اگه بخونین کامل توضیح داده، به نظر من چیز موثریه، واقعا میتونه تأثیر گذار باشه. و باز اینم خب توضیحش یکم مفصله، کلن اومدن بررسی کردن دیدن که وقتی این 4 تا جمله رو، حالا خود آقای جو ویتالی که نویسنده کتاب هست گفتش که من این 4 تا جمله رو رو به خالق، رو به خدا در واقع تکرارش میکنم. و مثلا ما از یکی ناراحتیم، از یک کسی یک کینه‌ای به دل داریم و نمیتونیم ببخشیمش، میایم چیکار میکنیم؟ میایم یک بخشی از مسئولیت رو خودمون به عهده میگیریم. یعنی میگیم که این مشکلی که بین من و این فرد پیش اومده یه بخشش هم تقصیر من بوده. اینجوری نیست که 100% تقصیر اون باشه، حتی اگه به نظرت اینجوری نیست، یک بخشی از مسئولیتش رو قبول میکنی و به خاطر اون بخشی که مربوط به تو هست این 4 تا جمله رو تکرار میکنی که متاسفم، من رو ببخش، دوستت دارم و متشکرم. این 4 تا جمله رو در واقع تکرار میکنی. حالا میگم خود نویسنده میگفتش که ما این رو به خالق یا رو به خدا میگیم و اول مسئولیت اون کارمون رو قبول میکنیم، بعد با تکرار این جمله اون رو پاکسازی میکنیم. یعنی در واقع اون انرژی منفی رو دیگه پاکسازی میکنیم و اینجوری میتونیم به اون احساس خوبه برسیم، اون فرد رو هم حالا ببخشیم دیگه. یه جورایی بیشتر به خاطر آرامش خودمونه پاکسازی که انجام میدیم. مقاومت رو با چه تکنیکی از بین ببریم؟ این مقاومت ذهنی که گفتم، با جملات تاکیدی، با اینکه ورودی‌های ذهنتون رو کنترل بکنی. یعنی اگه خیلی دور و برتون آدمای منفی هست سعی کنین ازشون دوری بکنین، اگه خیلی اخبار منفی نگاه میکنین سعی کنین کمترش بکنین، حذفش بکنین، فیلمایی که بار منفی داره، آهنگایی که بار منفی داره اینا رو کم کم حذفش بکنین. این میشه کنترل ورودی های ذهن. و به جاش جملات تاکیدی مثبت رو استفاده بکنیم، مخصوصا شبها قبل خواب. آخرین فکری که توی ذهن ما هست خیلی مهمه که با چه فکری توی خواب میریم، چون داریم وارد اون حالتی میشیم که امواج مغزی پذیرش بیشتری رو داره. و به خاطر همین مخصوصا شبها قبل خواب خیلی حواست به فکرات، به اینکه به چی فکر میکنی قبل خواب، حواست به این باشه. شوک‌گذاری، جملات تأکیدی، اینا رو قبل خواب انجام بدی. جایی میشناسین سابلیمینال خوب بذاره؟ من نه، متاسفانه نمیشناسم. آیا دیدن صحنه‌های ناخوشایند فیلم به ما انرژی منفی میده؟ قطعاً.
مگه میشه آدم یک چیزی رو ببینه و همینجوری ازش رد بشه و هیچ تأثیری روی ذهنش نذاره؟ چه راهکاری توصیه میکنید تا کارما رو از بین ببریم یا کمش بکنیم؟ ببینید، ما خب یه کارهایی رو تا الان انجام دادیم که یه بخشش حالا یه کارهای اشتباهی بوده، در حق کسی خواسته یا نخواسته بدی کردیم یا در حق خودمون این کار رو کردیم، هرچی بوده دیگه، ما گذشته رو نمیتونیم تغییر بدیم. تا الان بالاخره هر کسی اشتباهایی داره، گذشته رو دیگه نمیتونیم تغییر بدیم و باید با شکل مثبتش جایگزین بکنیم. یعنی هر کار خوبی که به نظرتون میرسه از دستتون برمیاد برای بقیه انجام بدین، هر چقدر هم کوچیک باشه. همین که باعث بشین یک نفر خوشحال بشه، یک نفر لبخند به لبش بیاد، یا هر چیزی، مثلا به خیریه ها کمک بکنین، کارهای این شکلی، هر چیزی که از دستتون برمیاد، مهربونی کردن و عشق دادن به بقیه، خب باعث میشه اون کارمای مثبت جایگزینش میشه و یه جورایی اون کارمای منفی قبلی رو از بین میبره. متاسفم و من رو ببخش رو به خودمون بگیم. گفتمون توی حالا کتاب گفته که رو به خدا، رو به حالا انرژی برتری که در جهان وجود داره، رو به اون میتونیم بگیم که من مسئولیت این رو قبول میکنم که توی این قضیه من مقصر بودم، هر چیزی میتونه باشه، و حالا اون جملات رو تکرار میکنم. راجع به آهنگای چاکرا که توی کانال تلگرام گذاشتم، هم گفتم فرکانس های مخصوص هر چاکرا در واقع موسیقی هایی هستن، مثل همین که الان داریم میشنویم پس زمینه، یه موسیقی هایی هستن که اینا رو بررسی کردم، میبینن که هر چاکرا با اون فرکانس فعال میشه یه جورایی، و همین گوش کردن بهش میتونه تاثیر بذاره. حتی مثلا وقتی که دارین کارهای روزمرهتون انجام میدین بهش گوش بکنین، و موقع مراقبه هم خیلی بهتره که مثلا چاکرای ریشه رو فرکانسش رو گذاشتین و دارین مراقبه انجام میدین، تمرکزتون و انرژیتون رو ببرین روی اون ناحیه، روی ناحیه چاکرای اول، و یک حالا اگه تونستین مثلا تجسمش بکنین، نوری که به رنگ اون چاکرا است، یعنی در مورد چاکرای ریشه یک نور قرمز رنگ رو تجسم بکنین که اون چاکرا رو در بر گرفته، یا اصلا کل بدنتون رو در بر گرفته، و انرژیتون رو در واقع انرژی رو هر تمرکز هر جا بذارین، انرژی هم به اون سمت میره، و موقع مراقبش اگه این کار رو انجام بدین، باعث به تعادل رسوندنش میشه. برای تغییر درونگرا بودنمون چیکار کنیم؟ درونگرا بودن که چیز بدی نیست، مگه اینکه خودت بخوای تغییرش بدی. من خودم یک آدم درونگرایی هستم که اصلا خیلی خیلی با تنهایی خودم بیشتر لذت میبرم تا ارتباطات مثلا اجتماعی، ولی اذیت نمیشم، یعنی نمیخوام تغییرش بدم، من همینجوری راحت هستم و درونگرا بودن هیچ اشکالی نداره به نظرم. ولی اگه منظورت خجالتی بودن و مثلا کم بوده اعتماد به نفسه، اونم باز با جملات تأکیدی، با تجسم کردن، با اینکه این تمرین ها رو جلوی آینه انجام بدیم، مثلا میخوای
راحت تر توی جمع صحبت بکنی. برو جلوی آینه با خودت مثلا یه صحبتی رو انجام بده، مثلا یه سخنرانی مثلا میخوای بکنی یا هر چیزی، این تمرین ها رو جلوی آینه انجام بدی خیلی بیشتر بهت کمک میکنه. یا جملات تاکیدی رو جلوی آینه بگی، مثلا اینکه من خیلی خوب صحبت میکنم، من خیلی جذابم، من خیلی در خوش برخوردم، همه جذب مثلا صحبت های من میشن، هرچی از اینجور حرف هایی که دوست داری به اون نتیجه برسی جلوی آینه اینا رو تکرار بکنی. تحصیلاتم برای کسایی که نمیدونم، من پزشک هستم، پزشک عمومی. این که میگن بعد بیان خواسته باید رهاش بکنیم تا اتفاق بیفته تناقض داره با این که میگن خواستمون رو تجسم بکنیم، چون وقتی تجسم میکنیم داریم هر لحظه بهش فکر میکنیم. نه ببینین، تو رها کردن به این معنی نیست که بهش فکر نکنیم، به این معنی که بهش نیاز نداریم. در واقع حالا باز ویدیوی آخر این رو گفتم در مورد احساس نیاز، ما وقتی یک خواسته ای رو اونقدر بهش احساس نیاز داریم که میگم تا وقتی من اینو به دست نیارم نمیتونم خوشحال باشم، تا وقتی اینو به دست نیارم من اصلا آروم و قرار ندارم، این میشه احساس نیاز. ولی نه، من الان از زندگی الانم راضیم، لذت میبرم از کارهایی که هر روز روزمره انجام میدم، کلا یه حس خوبی دارم، توی آرامشم، توی اکثر حالا اوقات روز، بالاخره در طول روز یه وقتایی هم پیش میاد که آدم ارتعاشش پایین تر بیاد و اصلا افکار منفی داشته باشه، در اغلب اوقات روز حالم خوبه، آرامش دارم، این احساس خوشبختی رو دارم، حالا این خواست دارم میخوام بهش برسم، این میشه رها کردن. یعنی اون احساس نیازه رو از روش برداشتی و زمانش هم باز برات مهم نیست، بخاطر اینکه عجله ای نداری، وقتی زندگی الانت خوبه عجله ای نداری به اون خواسته برسی، وقتی برسی که چه بهتر. این میشه رها کردن. اگه روانشناسی نخوندی، نه روانشناسی نخوندم، روانشناسی مطالعاتی یکم داشتم. بین رهاسازی و توجه گیر کردم، گفتم دیگه رهاسازی یعنی اینکه احساس نیاز به اون خواسته نداشته باشی، نچسبیده باشی بهش محکم که بگی من همین الان اینو میخوام، تا وقتی این خواسته رو به دست نیارم نمیتونم مثلا خوشحال باشم. اون میشه برخلاف اون رها کردنی که ما میخوایم. چطور به آرامش برسیم؟ احساس خوشبختی چطور ایجاد میشه؟ یه چیز خیلی کلی پرسیده دیگه. یه این جمله‌ای که میگن، میگن به اندازه به تعداد آدم‌ها
راه برای رسیدن به خدا وجود داره، راه برای شناخت خدا وجود داره، برای رسیدن به آرامش و احساس خوشبختی هم همین جوریه. من نمیتونم چیزی که برای من مؤثر بوده رو بگم مثلا بقیه هم این کار رو انجام بدن. یه چیز کلی هست که تو هر چقدر ارتباطت با خدا قوی تر باشه قطعا اون آرامش رو داری، بیشتر داری در واقع به دستش میاری. و خب برای هر کسی باز راه‌های متفاوتی هست. مراقبه یکی از چیزاییه که من حالا هر چقدر در موردش بگم کم گفتم، آدم رو به اون احساس آرامشه خیلی نزدیکتر میکنه. و واقعا من الان مثلا به یک حسی رسیدم که خیلی چیزهایی که قبلا ناراحتم میکرد، عصبی میکرد، دیگه نمیکنه و این مثلا تاثیر مراقبه است. و احساس خوشبختی هم به نظرم این که آدم یک هدفی توی زندگیش داره، یک رسالتی حالا مثلا میگیم داره، که وقتی داره به اون نزدیکتر میشه و وقتی توی اون مسیر پیش میره اون احساس خوشبختی رو به دست میاره. وگرنه نه، اگه بی هدف و بدون مثلا هیچ چشماندازی برای خودت همینطوری زندگی رو فقط به قولی یک زندگی رو مثلا همینجوری طبق چیزی که اکثرا انجام میدن دیگه، تا یه سنی مثلا درس میخونیم، بعد میریم دانشگاه، یه شغلی پیدا میکنیم، یه زندگی مثلا فقط خرجمون رو بتونیم بدیم، یه خانواده تشکیل میدیم و آخرش هم دیگه همه چی رو ول میکنیم و میریم به دیار باقی، اگه اینجوری باشه واقعا به نظرم اون احساس خوشبختی خیلی سخته پیدا کردنش. و وقتی یک هدفی داری، هدفم قرار است خیلی چیز بزرگی باشه، مثلا یک چیزی خیلی خاصی باشه، ولی وقتی برای خودت هدف داشته باشی، هم هدفهای بزرگ هم هدفهای کوچیک، وقتی به اینا میرسی و در راستای اون مسیر پیش میره، احساس خوشبختی رو میتونی داشته باشی. من از وقتی قانون جذب رو شروع کردم خیلی زندگیم خوب شده، ولی الان چند وقته با اینکه حالم خیلی عالیه ولی وضعیتم به هم ریخته. این برای چیه؟ ببین از چند زاویه میشه به این نگاه کرد. یکی این که وضعیت به هم ریخته که میگین شاید از نظر شما اینجوری باشه و این شروعی باشه برای موفقیت های دیگه، برای اینکه مثلا مسیرتون داره تغییر میکنه و در واقع اون وضعیت قبلیه باید به هم بریزه تا یک راه جدیدی برای شما باز بشه. ممکنه به این شکل باشه و الان مثلا به نظر شما میاد که این وضعیت خوبی نیست. راجب ترس، من خیلی میترسم از همه چی، چه کار باید بکنم. ترسم به اون چاکراهای پایینی دیگه ارتباط داره، چاکرای ریشه و چاکرای خاجی. اون ویدیویی که در موردش گذاشتم ببینین، پاکسازی چاکراها رو انجام بدین. بعد خب یه سری ترس ها هم هست که واقعا باید باش روبرو شد و اگه انقدر شدیده که داری اینجوری مثلا میگی از همه چی میترسم، خب یک حالت وسواس فکریه، حتما باید یک روانشناس یا مشاور بهت کمک بکنه که راهش رو پیدا بکنی.
چون میگم چون میام پایین تر که سوالای جدید تر ببینم، اونایی که وسط بود و ندیدم ببخشید. من با قانون جذب آشنام ولی به نتیجه که نزدیک میشم گرفتاری برام پیش میاد. چرا اینطور میشه؟ نذارین باورتون این بشه. تو اگه باورت این باشه که من هر وقت دارم نزدیک میشم بخواستم یه دفعه یه اتفاق میفته به هم میخوره، همین باز همون نتیجه رو میبینیم. میگیم هر نتیجه ای که ما میگیریم از باورهامونه. اگه باورت این بشه که همیشه موقع نزدیک شدن به خواست یه اتفاق میفته و انجام نمیشه، اون اتفاق هم میفته. نظر این باورت بشه و با جملات تأکیدی با شکرگزاری اونو تغییر بده و مثبت‌ترش بکن. مثلا بگو که من به هر چیزی که میخوام میتونم برسم، هر خواسته ای که من دارم توانایی رسیدن بهش رو هم دارم، هر اتفاقی که میفته به خیر و صلاح منه. اینجور جملات رو مثلا با خودت تکرار بکن. احساس عذاب وجدان کاذب و نابجا رو چجوری از بین ببریم؟ خب کاذب اگه میگین منظورتون اینه که یعنی کاری نکردین ولی عذاب وجدان دارین. خب نمیدونم دلیلش چی میتونه باشه. یه بخشیش خب اینه که هر چقدر خودمون رو عزت نفس اون بالاتر باشه، خودمون رو بیشتر دوست داشته باشیم، فکر کنم این احساس کمتر بیا سراغمون. یعنی خودمون رو برای همه چی مقصر ندونیم، سرزنش نکنیم خودمون، از احساس عذاب وجدان نداشته باشیم برای همه هر چیزی. به نظرم به اون عزت نفس برمیگرده، باید عزت نفسمون رو تقویت بکنیم. خودمون پاکسازی رو انجام بدیم یا با مربی یوگا انجام بدیم که خودمون انجام بدیم عوارض داره. خب ببینید من در مورد پاکسازی مثلا یه سری چیزا رو گفتم که عوارض خاصی نداره انجام دادنش. به خاطر همین من توی ویدیوی چاکراها حرکات یوگا رو اصلا نگفتم. ما برای هر چاکرا یه حرکت یوگای مخصوصی هم داریم که باز باعث فعال سازی اون چاکرا میشه. ولی من اینا رو نگفتم به خاطر اینکه ممکنه کسی که بالاخره هیچ آمادگی قبلی نداره، آمادگی بدنی نداره اینو انجام بده و بدنش آسیبی برسونه. اگه منظورتون انجام دادن حرکات یوگا هستش، آره اولین بارا باید زیر نظر مربی باشه. من خودم 2-3 سال کلاسشو میرفتم زیر نظر مربی، بعد از اون دیگه خودم انجام میدم. ولی کارهای دیگه که برای پاکسازی میگیم، خب یه سریش واقعا خطر و عوارضی نداره. مثلا گوش دادن به فرکانس هاست، یا استفاده از اون رنگ هایی که گفتیم برای هر چاکرا خوبه، غذاهایی که برای هر چاکرا خوبه، یا اون مثلا کارهای مثلا در مورد چاکرای گلو گفتم که آواز خوندن، حتی اگه فکر کنی صدات خوب نیست، این که به خود صدای خودت رو دوست داشته باشی، از صدای خودت بد نگی، این چیزا خب عوارضی نداره قطعا انجام دادنش. روی چاکرای ریشه 1 هفته تمرکز کنیم کافیه. به نظر من ببینید خودتون تغییر رو متوجه میشین. یعنی مثلا چاکرای ریشه مرتبط با چیا بود، اون احساسای منفی که ایجاد میکرد چیا بود، اونا رو بخونیم ببینین توی این مدت که داریم روش کار میکنین تغییر داشته یا نه. خودتون تغییر رو متوجه بشین بعد برین سراغ چاکرای بعدی. البته دکتر دیسپنزا توی کتاب ماورای طبیعی شدن، چند بار اسم این کتابو گفتم، در مورد چاکراها مراقبه ای که مخصوص چاکراها میگه، اصلا هیچ وقت از این صحبت نمیکنه که ما باید مرحله به مرحله چاکرا رو پاکسازی کنیم. مثلا از چاکرای ریشه شروع بکنیم و تموم بشه بعد سراغ اون یکی، همه رو با هم میگه. و اینم به نظر مثلا اونجوری خیلی حرف درستی نیست که مثلا بگیم چاکرای ریشه و کامل پاکسازی بشه. مثلا واقعا علامت خاصی نداره که ما متوجه بشیم کامل پاکسازی شده بعد بریم سراغ چاکرای بعدی. مدیتیشن هایی که دکتر دیسپنزا میگه همه چاکرا رو با هم انجام میدیم. حالا اون مدیتیشنش هم یه چیز خاصی داره که کتاب باید بخونین یا اینکه یه بار براتون توضیح میدن.
شما موقعی که میخواستین پزشکی قبول شین بهش فکر میکردین و جذبش کردین؟ نه، من اون موقع اصلا نمیدونستم قانون جذب چیه و اون موقع همون جزو چیزایی بود که واقعا تو زندگیم هدف نداشتم و فکر میکنم خیلی ها توی سن 18-19 سالگی اینجوری هن که فقط بر اساس حرف جامعه، حرف خانواده یک مسیر رو میخوام برم. برای منم اونجوری بود که فقط مثلا چون رتبم خوب اومد یه گفتم پزشکی، منم گفتم باشه، اصلا بدون هدف بدون علاقه، برای من اینجوری بود. بعد از امتحان دیگه ولش کن، بعد از امتحان دیگه کاریش نمیشه کرد. این در واقع به این فکر کن که مهم نیست واقعا چند سال دیگه اصلا نتیجه امتحان یادت هم نمیمونه، اصلا چیز مهمی نیست. چطور خالصانه از موفقیت بقیه خوشحال بشیم؟ خب اونم باز یه احساس درونیه، برای هر کسی ممکن متفاوت باشه، ولی وقتی که به این باور و به این بینش برسی که ما از همدیگه جدا نیستیم، ما تمام آدم ها و تمام موجوداتی که توی جهان هستی هستن از همدیگه جدا نیستیم و یکی هستیم و هیچ فرقی بین ما آدم ها از این لحاظ وجود نداره که بخوام یک کسی رو مثلا بر اساس موقعیتش چجور بگم مقایسه بکنیم، که رتبه بندی بکنیم، مثلا آدم ها رو بگیم از خودمون جدا بدونیم، یه سری آدم ها رو بگیم بهتر از ما، یه سری آدم ها رو بگیم بدتر از ما. وقتی به اون نتیجه میرسی که همه ما یکی هستیم، خدایی که ما رو آفریده هیچ فرقی بین ما نذاشته، اون موقع راحت تر میتونی از موفقیت خوشحالی بقیه هم خوشحال بشی، چون میدونی که اون هم بخشی از وجود تو هستش. نمیتونم توضیح دادنش یکم سخته برام، ولی میرسه آدم به این نتیجه میرسه که از هم دیگه جدا نیستیم و موفقیت یک نفر دیگه نهایتاً باعث بهتر شدن زندگی منم میشه. چه فایده‌ای داره چاکرا باز بشه؟ خب ببینید، سه تا چاکرای پایینی، چاکرای ریش و چاکرای خاجی و چاکرای شبکه خورشیدی چاکراهایی هستن که مرتبط با بقا هستن، یعنی اون احساس‌های نیازهای اولیه انسان رو باش مرتبط هستن. نیازهای اولیه انسان اون مثلا غذا خوردنشه، نمیدونم، اینکه فقط در واقع زنده بمونه دیگه. بقا وقتی میگیم چیزهایی که برای زنده موندن فقط لازمه. و یا چاکرای مثلا ریشه مرتبط با خب تولید مثل و نیازهای جنسی هست، اینا نیازهای اولیه انسانه و وقتی توی این سه تا چاکرا انرژی مسدود بمونه، نتیجهش میشه فردی که به این موارد اعتیاد داره، یا اصلا مثلا مواد مخدر و الکل و اینجور چیزا اعتیاد داره، یا به غذا خوردن اعتیاد داره، یعنی تمام فکر و ذکرش میگه در واقع توی زمینه غذا خوردن مثلا این احساس اعتیادو داره، یعنی فقط فکر و ذکرش مثلا غذا و برطرف کردن اون نیاز و اون لذت لحظه ایش هستش، یا اینکه به روابط جنسی اعتیاد داره و مثلا روابط بند و بار و اینجور چیزا داره. نتیجهش میشه اینجور یک همچین آدمی که توی زندگیش فقط همین رو متوجه میشه. و وقتی ما میایم روی چاکرامون کار بکنیم و انرژی رو به سمت چاکراهای بالاتر ببریم،
اون موقع است که احساسهای خیلی بهتر رو تجربه میکنیم. چاکرای قلب مرتبط با احساس عشق است، احساس عشق به خودمون، احساس عشق به اطرافیانمون، به کل دنیا. اصلا عاشق همه چی میشیم وقتی چاکرای قلبمون به اون تعادل برسه. چاکرای گلو مرتبطه با این که تو حقیقت خودت رو بتونی بگی، شجاعت اینو داشته باشی که از حقیقت دفاع بکنی، حرف حق رو بزنی، دروغ نگی، با حرفت کسی رو آزار ندی. چاکرای ششم و هفتم هم مرتبط با اون بینش هایی هستش که ما میگیم و در واقع یه جورای نزدیک شدن به خدا و احساس یکی شدن با تمام جهان و با تمام کائنات و یه جورایی به اون قدرت درونی دست پیدا میکنی. حالا وقتی میگیم روی چاکرامون کار بکنیم، پاکسازی بکنیم، اینه که انرژی به یک شکل متعادلی جریان داشته باشه. یعنی اون سه تا چاکرای پایینی چیز بدی نیستن، برای بقای انسان لازمن، ولی وقتی اونجا انسداد پیدا بکنه انرژی، اون موقع مشکل ساز میشه. من 2 سال که گفتم یوگا رو کلاسش رو میرفتم. چه چیزایی رو تو زندگیم جذب کردم؟ من از اون موقعی که شروع کردم و تمرین ها رو انجام دادم و بالاخره با این چیزا آشنا شدم، مهم‌هاش رو بخوام بگم، اول اینکه همین احساس رضایت و آرامشی که دارم، اینم به تدریج بوده، و اینکه الان مثلا زندگی الانم بتونم لذت ببرم. مثلا من یه مدتی مثلا توی ذهنم این بود که من باید مهاجرت بکنم، برم یه کشور دیگه، اون موقع میتونم مثلا خوشحال زندگی بکنم، اون موقع به اون چیزی که میخوام میرسم، اون موقع دیگه احساس خوشبختی میکنم. یه مدتی مثلا این خیلی توی ذهنم بود و واقعا هیچی مثلا خوشحالم نمیکرد، چون میخواستم به اون برسم. ولی الان میبینم که اصلا همچین چیزایی نیست، و اینکه میگیم احساس باید از درون باشه، هر چیزی که تو میخوای باید درونت باشه، شعار نیست و واقعیه. و این احساس آرامش و خوشحالی و رضایتی که الان دارم، میتونم بگم مهمترین چیزیه که جذبش کردم. به جز اونا، اینکه شغلی رو که الان دارم، در واقع طرحمو که اومدم اینجا میگذرونم، با قانون جذب در واقع تونستم به دستش بیارم. چون اینجایی که من میخواستم بیام یک شرایط خاصی داشت و فقط خانمهای متأهل رو قبول میکرد برای این پستی که من میخواستم، و الان میتونم بگم که توی کل ایران فقط من یک نفر این شاید این قانون رو ازش در واقع عبور کرده باشم و تونسته باشم با اینکه مجرد بودم بیام اینجا، و اینو با قانون جذب تونستم به دست بیارم. به جز اون، رابطه عاشقانه و رابطه خوبی رو که الان دارم تونستم با قانون جذب، و سلامتیم رو در واقع بهبود ببخشم، و بقیه چیزها دیگه چیزهای جزئی تر و کوچیک‌تر است. چجوری انرژی منفی که دیگران به آدم میدن رو تخلیه کنیم؟ خب اولش اصلا نباید بذاریم که تأثیر بذاره روی ما. در مورد اینم باز یه ویدیو گذاشتم که با آدم های منفی دور و برمون چی کار بکنیم. یک بخشش اینه که بپذیریم که آدم ها بر اساس سطح آگاهی خودشون رفتار میکنن و ما نمیتونیم دیگران رو تغییر بدیم. اون موقع که تلاش میکنیم برای تغییر دادن دیگران، خودمون اذیت میشیم. قبول بکنیم که این آدمه سطح آگاهیش
در این حد خب خود ما هم قبل از اینکه با این مسائل آشنا بشیم یک آدم تا یک حدی حالا انرژی منفی بودیم، انرژی منفی به بقیه دادیم ناخواسته. پس اونا هم این کار رو که میکنن عمدی نیست و به خاطر آگاهی که الان توی اون سطح آگاهی هستن. بنابراین وقتی اینجوری بهش نگاه بکنیم کمتر رومون تأثیر میذاره. اگه بتونیم اون آدم هایی رو که انرژی منفی مدام بهمون میدن از زندگیمون حذف بکنیم که بدون تعارف این کار رو انجام بدیم، یعنی نمیدونم فامیلمونه، نمیدونم چند سال دوستم بوده فلان و این حرفا رو نداریم، اینا تعارف هایی که با خودمون میکنیم و بی خودی کار بر خودمون سختتر میکنیم. ولی اگه نمیشه حذفشون کرد، میگم این شکلی نگاه بکنین که اون آدم رو نمیشه تغییر داد، اون آدم باورهاش این شکلیه و خودش آزار دیده یه زمانی توی زندگیش که الان داره این شکلی بقیه رو آزار میده و ببخشیمشون، اصلا از دستشون ناراحت نشیم که اون انرژی منفیه به ما منتقل نشه.